ای پسر عرض، گر مرا خواهی جز مرا مخواه، و اگر اراده جمالم داری چشم از عالمیان بردار، زیرا که اراده من و غیر من چون آب و آتش در یک دل و قلب نگنجد. ای بیگانه با یگانه، شمع دلت برافروخته دست قدرت من است، آن را به بادهای مخالف نفس و هوا خاموش مکن، و طبیب جمیع علتهای تو ذکر من است، فراموشش من ما. حب مرا سرمایه خود کن، و چون بصر و جان عزیزش دار. ای برادر من، از لسان شکرینم کلمات نازنینم شنو، و از لب نمکینم سلسبیل قدس معنوی بیاشام، یعنی تخمهای حکمت لدنیم را در عرض طاهر قلب بیفشان، و به آب یقین آبش ده، تا سنبلات علم و حکمت من سرسبز از بلده طیبه انبات نماید. ای اهل رضوان من، نهال محبت و دوستی شما را در روضه قدس رضوان به ید ملاطفت قرص نمودم، و به نیسان مرحمت آبش دادم، حال نزدیک به ثمر رسیده. جهدی نمایید تا محفوظ ماند، و به نار عمل و شهوت نسوزد.
ای پسر تو را، حکمای عباد آنانند که تا سمع نیابند لب نگشایند، چنانچه ساقی تا طلب نبیند ساغر نبخشد و عاشق تا به جمال معشوق فائز نشود از جان نخروشد. پس باید حبه های حکمت و علم را در عرض طیبه قلب مبذول دارید و مستور نمایید تا سنبلات حکمت الهی از دل برآید نه از گل. ای بنده من، ملک بی زوال را به انزالی از دست منه و شاهنشهی فردوس را به شهوتی از دست مده. این است کوثر حیوان که از معین قلم رحمان ساری گشته. طوبی للشاربین. ای پسر روح، قفس بشکن و چون همای عشق به هوای قدس پرواز کن و از نفس بگذر و با نفس رحمانی در فضای قدس ربانی بیارام. ای پسر رماد، به راحت یومی قانع مشو و از راحت بی زوال باقیه مگذر و گلشن باقی عیش جاودان را به گلخن فانی ترابی تبدیل منما. از زندان به صحراهای خوش جان عروج کن و از قفس امکان به رضوان دلکش لامکان بخرام. ای بنده من، از بند ملک خود را رهایی بخش و از حبس نفس خود را آزاد کن. وقت را غنیمت شمر، زیرا که این وقت را دیگر نبینی و این زمان را هرگز نیابی.